تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه میخونیم، با تفسیرش آشنا میشیم. هر آیه چند دقیقه تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی به جزء 14 سوره حجر، و الان آیه 67. آیه 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73. این هر آیه نیم سطره تقریبا. اینا رو با هم یجاد معنا میکنه. و جاء اهل المدینه یستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. أهل شهر شادی کنان برای تعرض به مهمونا سراغ خانه لوط آمدن. چند تا از فرشته ها در قیافه چند تا جوان زیبا آمدن خدمت ابراهیم. بعد از ابراهیم آمدن خانه لوط، چون لوط و ابراهیم در یه زمان بودن، از منطقه ابراهیم اومدن منطقه لوط، به ابراهیم گزارش دادن که آمدیم قوم لوط رو زیر رو کنیم، زمینی که بشارت بدیم که تو هم در پیر بچه دار میشی. بعد از ابراهیم آمدن خدمت لوط. وقتی این فرشته ها وارد لوط شدن، و جا اهل المدینه، مردم شهر شادی کردن، چون همشون اهل لوات بودن، گفتن دو تا بچه خوشگل اومده. و جا اهل المدینه یستبشرون، بشارت دادن، خبر خوش، دو تا مورد پیدا شده. اومدن در خونه لوط رو زدن و واقعا انسان منقلب میشه. حضرت لوط گفت، آیه 68، قال حضرت لوط گفت انا هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اینا مهمون منن، تفضحون فضیحت، منو شرمنده نکنید، برای مهمونا کار به مهمونا ما نداشته باشی، و تقوا الله ولا تخزون، تقوا داشته باشید، منو خار نکنید. آیه 70، قالوا اولم ننهك عن العالمين، ای تبهکارای شهر گفتن آیا ما تو را از مهمون کردن مردم من نکردیم؟ نگفتیم تو حق نداری مهمون بیاری؟ اه، پیغمبر تو خونه خودش کسی رو نمیتونه مهمون کنه، مگه نگفتیم کسی نیاد کسی نره؟ حضرت لوط آیه 71، قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر شما میخواید دست به کاری بزنید بابا من دختر دارم عقل میکنم به تو میدم، راه ازدواج رو باز کنم. آیه 72، لعمرک پیغمبر به جان تو قسم اینها در مستی خود سرگردانن، فاخذتهم الصیحه مشرقین، طلوع آفتاب که شد صیحه مرگبار اونها را فرا گرفت. انسان از در سقوط گاهی به جایی میرسه که وقتی گناه لذت میبره. در مناجات ابو حمزه سومالی امام زین العابدین فرمود که خدایا اذا بشرت بها خرجت الیها اسعا، گاهی انسان به جای میرسه که از مجالس گناه لذت میبره، گرایشش اینه که بره مجلس گناه. جامعه گاهی این تو سقوط میکنه. خب این حالا ضعیفی، اینا مهمونن، فلا تفضحون، یعنی در نهی از منکر گاهی باید از کلمات عاطفی استفاده کنید. امر معروف هم میتونه، در امر معروف و نهی از منکر، مثلا خدا میخواد بگه پول بده، میگه بده آقا پول بده، یتیمن، بعد میگه ذا مقربه، ذا مقربه فامیلته، مسکینن، فقیره، ذا مطربه رو تراب نشسته، برو خاک نشسته، فرش نداره، فامیلته، فرش نداره. یعنی در امر معروف گاهی باید، اینجا هم در نهی از منکر میگه که انها اولای ضیفی، بابا دست بردارید، اینا مهمون منن، غریبن، مهمانن. مثل که امام حسین روز عاشورا فرمود اگر دین ندارید شما حر باشید، فکونو احرارا فی دنیاکم، من زنده هستم، کربلا زم شدید منو بکشید، تا من زنده هستم چه کار بزنه بچه ما دارید که به خیمه ها هجوم میارید. یعنی در امر معروف و نهی از منکر از احرام های عاطفی استفاده کنید. یه دست
از این معلوم میشه که آبرو خیلی ارزش داره. هم میگه لا تفضحون، هم میگه لا تخزون، منو شرمنده نکنید، منو خوار نکنید. چون آدم وقتی به مهمون انسان تجاوز به مهمون تجاوز به انسانه، توهین به مهمون توهین به انسانه. انسان تالو مهمونش آبرو داره، نمیخواد تالو مهمونش شرمنده بشه. هم مسئله آبرو مهمه، هم مسئله مهمون نوازی مهمه، هم اهانت به مهمان اهانت به میزبانه. از این معلوم شد در جامعه فاسد مجرم و گناهکار طلبکار میشه. میگه میگفتن علم ننهه که عن العالمین، میگه به تو نگفتیم کسی خونت نیاد. یعنی انقدر خفقان، انقدر پررویی که آدم به پیغمبر بگه چرا مهمون داری؟ خب مهمون ما دیگه، من حق ندارم تو خونه خودم مهمونی کنم. یعنی مجرم به جایی که بدهکار باشه به استوکان میشه، طلبکار میشه. یعنی در جامعه فاسد دیگه مردان حق حق تصرف در مال خودشون هم ندارن، که خونه خودش میخواد بذاره کنه، میگن نه نباید بکنه. خب از این معلوم میشه که اگر خواستید جلو فساد بگیرید، یه راه حق رو جلو بگیرید، بگید این نوار سالم گوش بده، اون نوار باطل رو گوش نده. بیا با هم بریم بستنی بخوریم، با هم بریم ورزش، با بچهای نااهل نمیخواد بری بستنی بخوری ورزش کنی. بیا دخترام عقد میکنم بتونیدم لواط نکنه. یعنی یه راه حق رو جلو بگیرید، بعد جلو راه باطل بگیرید. اینم یک مسئله. نکته دیگه که از این معلوم میشه که در امر معروف و نهی از منکر از خودمون مایه بذاریم. حالای بناتی با دختر خودم، حالا دختر خودش بود، دختر قومش بود، یعنی مایه بذاریم. گاهی وقتا میگیم بدید، خب اگر بده تو هم بده، یه جای جزرش رو بسم الله این پول من شما هم بدید. یعنی اگر بناست یک کار خیلی بکنیم از خودتون مایه بذاریم. وقتی بنا بود مباهله کنن، پیغمبر فاطمه و علی بن ابی طالب و حسن حسین رو گفت من ای مسیح یا به هم بزنه بچه من نفرین کنید نابود شن. اگر راه شما درست راه ما غلط، زن بچه من امام حسین زن بچه خودش رو آورد. علی اکبر و امام حسین روز عاشورا زودتر از جوانای بنی هاشم فرستاد جبهه. گویا اگر بناس بریم جبهه اول علی اکبر بره. خدا تو قرآن میگه اول از خودت، قل لنسائک و بناتک، اول به خانمت بگو، به دخترات بگو، بعد میگه و نساء المؤمنین. به هر حال در امر معروف نهی از منکر از خودمون باید مایه بذاریم. مکتب انبیا مکتبی نیست که بگه لذت نبرید، غرایز رو سرکوب کنه. میگه هدایت کنید، کنترل کنید. بابا شهوت یه اصله، ولی شهوت از راه ازدواج چرا از راه لواط. شهوت مثل گازه، گاز اگر از شیلنگ خودش تو چراغ گاز بره خیره، هم غذا رو میپزه، هم اتاق گرم میکنه، هم انفجار اینه. اما اگر شیلنگ رو پاره کردیم انفجار شد، همه چیز خطری داره. اسلام مخالف با غرایز نیست، بالاخره لذت جنسی و شهوت یه اصل جدیه. خدا تو قرآن میگه حتی برای شهوت برده ها باید بسیج شید. برده برده باشه، شهوت که داره که. و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم، عباد عبد بنده، صالحین من یعنی بندگان خوب. انکحوا انکحوا امر به جامعه است، ای امت اسلامی پاشید قیام کنید، به ازدواج در بیارید برده هایی که همسر ندارن. ایاما ایو یعنی انسان که همسر نداره. و انکحوا الایاما منکم، از خودتون یا از برده هاتون. یعنی حتی قرآن نسبت به غریزه جنسی برده ها دولت و ملت رو بسیج میکنه. دولت ملت همیتون پاشید قیام کنید، برده ها شهوت دارن با تأمین بشه از حلال. کنیزان همیطورن، ما امامان ما بزرگان ما بعضی هاشون مادراشون کنیز بوده، کنیز هم انسان، بعضی از کنیز ها شرافتشون از خیلی از زنهای آزاد بیشتره، بعضی از برده ها از بعضی از آزادها مقام انسانشون بالاتره. بنابراین غریزه جنسی رو اسلام نمیگه نابود کن، میگه کنترل کن از مسیر طبیعی. بنابراین اینجا حضرت لوط نگفت چرا شهوت دارید، چرا میخواید از شهوت استفاده کنید، گفت مسیرشو بابا مسیر ازدواج، چرا مسیر لواط. خب آیه آخر هم فرمود که پیغمبر، ای پیغمبر به جان تو اینها در مستی سردرگردن. وقت اینها رو سیحه مرگبار اینها رو گرفت. ادامه آیه تا آیه 72 باشه، اینجا پایان آیه 71 رو اعلام میکنیم. آیه 71 تمام.
و السلام علیکم و رحمت الله.